سلام. احتمالا همتون این تابلوهای شب یا صورت فلکی رو دیده باشین یا گرفته باشین. این تابلو هم یاد نشون میده شما توی این شما که نه آسمون توی اون تاریخی که مد نظر شما حالا تاریخ تولد میتونه باشه، تاریخ ازدواج، تاریخ دوستی و کلا تاریخ خاصی که شما میخواین آسمون چه شکلی بوده صورت فلکیش و برای شما چاپ میکنن، تابلوش میکنن، خوشگل مشکلش میکنن و شما خریداری میکنن. حالا این ویدیو رو برای چی درست کردم؟ برای اینکه خودتون درست کنین خیلی راحت با اون مدلی که دلتون میخواد. با به هر حال هر کسی یه سلیقه متفاوتی داره یا ایده های خلاقانه میتونید داشته باشین یا هر چیز دیگه ای، اون مدلی که خودتون میخواین و خودتون درست کنین. خیلی هم کادوی قشنگتری به نظر من میشه با هزینه کمتری. بریم برای اینکه ببینیم چجوری باید درست کنیم. خب قبل هر چی میریم که عکس آسمون شبمون رو پیدا کنیم، توی گوگل سرچ میکنیم ابزار نجومی نقشه آسمان شب، که خب اولین سایتی که برامون میاره سایت نجوم ایرانه. روش کلیک میکنیم و این صفحه برامون باز میشه. بعد از اینکه این صفحه باز شد یه سری تنظیمات داره که باید طبق سلیقه‌مون انتخابشون کنیم. روی یونیورسال تایم کلیک میکنیم و تاریخ مورد نظرمون رو به میلادی وارد میکنیم. اگر ساعتش هم میدونین که چه بهتر ساعتش هم میزنیم. دومین گزینه‌ای که بعد انتخاب کنیم آوتلاینه، که اون خطای صورت فلکیمون رو برامون رسم کنه. یه قسمت دیگه هم قسمت کالر میتونیم انتخاب کنیم که چه شکلی باشه، که من انتخاب کردم بک‌گراندم مشکی باشه و ستاره‌هام و خطم سفید. این پایین که میبینید تمام گزینه‌های دیگه رو خیلی راحت براتون توضیح داده. قسمت بعدی باید آپدیت رو بزنیم تا تغییراتی که ایجاد کردیم صورت بگیره. اینم عکس نهاییمون، روش نگه می‌داریم. قسمت سیو ایمیج رو می‌زنیم. فقط حواستون باشه که این به صورت گیف سیو نشه و جی پیگ باشه. اگرم ارور داد که یه دونه فاصله میزنیم و عکسمون رو سیو میکنیم. من اکثر اینجور ادیتامو با برنامه کانوا درست میکنم. هم کار کردن باهاش راحته، هم کلی نمونه های آماده جالبی داره. خب الان این قسمت انواع اقسام قالبای مختلف رو براتون میاره که ما پوستر رو انتخاب میکنیم. یه سری نمونه های آماده اینجا گذاشته که شما میتونین تغییرشون بدین، مثلا عکسایی که خودتون میخواین یا رنگا یا هر چیزی که بخواین بهش اضافه یا کم بکنین. الان یه دونه سادهش رو انتخاب میکنیم تا همه چیش رو از پای خودمون بذاریم. این مثبته که این گوشه میبینین، اینو بزنین میتونین هر چیزی که بخواین به عکستون اضافه کنین. الان یه دونه از قسمت گالری من عکس میارم برای بک‌گراندمون. یه دونه مستطیل میخوام به وسطش اضافه کنم که متنی چیزی بخوایم اضافه بکنیم روی اون مستطیل باشه. یکم از پایین تر رنگش هم مشکی میکنم. اینجا میتونین هر رنگی که بخواین رو انتخاب کنین. حالا یه قالب برای عکسم انتخاب میکنم، بعدش عکستون رو بیارین از قسمت گالری. وقتی عکستون رو بردارین بندازین روی قالب خودش شکلش رو میگیره. الان اینو برمیدارم میارم یکم بالا برای یه قالب انتخاب بکنم که عین همین قالب این باشه، عکس قبلیمون. حالا عکسمون رو میاریم. عکس رو میارم روی عکس قبلی، بعدش یکم فیدش میکنم، کم رنگ ترش میکنم که قشنگ اون ستاره قبلی ها پیدا بشه. حالا یکم کوچیک ترش هم میکنم که دور عکسمون مشکی بمونه. حالا دیگه اینا هر چقدری که بخواین خودتون میتونین پررنگ کم رنگش بکنین. از اینجا دیگه من فهم میکنم انقدر خوب باشه. حالا متنی که میخواییم ما اضافه میکنیم توی قسمت تکست یه سری باز نمونه براتون میاره، نمونه فونت. من اینو از قبل انتخاب کردم، یعنی قبلا باش کار کردم.
رو پایک میکنیم متنی که خودمون میخواییم رو مینویسیم. مثلا Happy birthday my sweetheart. توی فونته آماده ممکنه یه سری متنم بهش اضافه باشه. اینه که بخواییم این شکلی پاک کنیم و روش کلیک میکنیم، دیلیت رو میزنیم، دیلیت المنت رو انتخاب میکنیم که فقط اون یه دونه گزینه پاک بشه. بله، اگر هم مثل الان مثل من خرابکاری کردین، این بالا میتونین برگردونین بقیه، یا اگه بخوایم برگردیم دوباره جلو اون یکی رو میزنیم. خب دوباره یه دونه دیگه تکست میارم. بریم در میارم پایین. مثلا یه متنم زیرش مینویسیم. میاریمش که قشن وسط باشه. از اینجا میتونیم از این خطا برای بغلش استفاده کنیم. یکم حوصله میخواد من دیگه. شما بعدا سر فرصت صاف بودنشو دقت کنیم روش دیگه. یه دونه از این کپی میگیریم میاریم این ور. این شکلی. همین عکس من الان تموم شد. حالا باز شما خودتون میدونین که چیا بخواین اضافه کنین یا کم کنین. میتونین مثلا عکسی که میخواین رو بیارین پایین، حالا با یه قالب دیگه میتونین دوباره بذارین اینجا، یا میتونین اصلا بک‌گراندتون باشه، بک‌گراندتون چیز دیگه باشه، فونتاتون، هر چیزی که به سلیقه خودتونه. امیدوارم که به دردتون بخوره و کلی هدیه های قشنگ بدین و همدیگر خوشحال کنین.